خودت درستش کن. من یه حال کردین زدم وسط خال. چه حالی کردین بابا؟ جواد که تو رو زد، با دایی آمد جواد رو زد، بعدش هم که آمد ما رو زد، بعدش هم که انداخت بیرون. چه حالی کردین؟ بچه وسط این همه گیری بیری عاشق شدن این آقا چیه؟ ها دیگه، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. حالا ببین از فردا باید همه ما نوکری اون آدم بکن. داره نگاه میکنه، نمیفهمی اصلا داره یک جای دیگه سیر میکنه. او بره اصلا تمام شد جان. شما نمیخه فکر کنن، من خودم یک فکری برداشتم جان. از فردا باید یک جوری عمل کنه که تو چشم آقای هاشمی ما یک سوپر قهرمان دیده باشم. فهمیده؟ آقا من فهمیدم. منو عمه صورتمون رو میپوشونیم، خانم هاشمی و دخترش رو تعقیب میکنیم، بعد یهو کیفاسکشون رو میقاپیم. میدویم ول کن یاره، همش فکر دزدی، کیف قاپیدنی. آقا بذار ارزیات بنده تموم بشه، اگه بد بود بد. بفهم ساکو که زدیم، شما با موتور میندازی دنبال ما، کوچه پس کوچه، کوچه پس کوچه، کوچه پس کوچه، ما رو میگیری نبزن، میزنی میزنی الکی ها، میزنی میزنی، بعد کیفو ور میداری میای میدی تحویل آقای هاشمی ها، میشه قهرمان. دست شما درد نکنه، شما فیلم سینمایی زیاد میبینی نه؟ به درد آقا این حرفا رو ول کنه، یخ کرده. بیام بریم تو. فقط یک چیزی رو همین اول بهتون گفته، به شما هر کی نره سمت یخچال دست و پاش قلعه هم کنم. من نوکرتم هستم. شکرم. برو بیر باش. مرتضی جونه داداش، تو 3 سال براری مایی، یک سوء تفاهمی هم پیش آمد رفت شد دیگه. نه بابا اون که چیزی نبود. یک کمکی میتونم ازت بخوام؟ آره داداش تو جون بخوا، رو همین لهجه مایی کم کار کنی. جوان لحجه چی شده؟ نه چیزی نشده، میخوام یکم با کلاس صحبت کنم میتونی؟ آها خب بگو داداش، هر چی میخوای بگو من بگم. شما مثلا با چوغک چی میگه؟ گنجشک. بعد مثلا شما اگه بخن بگن موتورم پنچل رفته ناسوسته بده یکم بادش کنم چی میگه؟ میگی موتورم پنچر شده میخوام با تلمبه بادش کنم. سخت. نه ببین بچه چی کار میکنی؟ اون چراغ سوخت. داشتم اگه شما بیداره. بیدار شدم. بیا بگیر بخواب. داشتم خیلی کار خوبی که اینا رو انداختم بیرون. اینا پررو شده بودن. باید بدانم بزرگتر خانه کیه. خودم میدونم. ولی داشتم خیلی عصبانی بودن. خون قشنگ جلو چشماتو نگرفته بود. مورم حتی پرتی هنم بیرون. بعد مون دردادم دایی جان مویم جعفر جانت. بعد یه هوی در باز کردن. میدونم دایی، بگیر بخواب. نمیدونم دایی جامعه به چه وقتی خوابون بیدارم باشم دیگه خوابون نموره. این یک اخلاقم به شما نرفته. میشه یه سوالی ازت هم بپرسم؟ دایی جان، یه سوال بپرسم یا نپرسم؟ دایی جان بپرسم؟ نپرسم؟ دایی جان، یه سوال ازت هم بپرسم؟ بپرس. حالا خودمان دو نفر تنهایه، شما بیشتر ما رو دوست داری یا آمیتا پاچانه؟ جعفر اگه یک کلم دیگه حرف بزنی تو هم پرت میکنم بیرون بغل دست اونا، میفهمی؟ بگیر بخواب. داشتون فکر کنم خیلی خوابت میه. شما الان عصبانی داشتون، من فردا صبح بعدت هم بخورم. آره خوابم میاد. داشتون میشه یک گوسفند دارم باشمانه؟ کدوم گوسفند ها؟ مگه گوسفند آوردین تو خونه؟ نه دایی جان، تو ذهن ما باشمان. میگن وقتی خواب نموره باشمان تا خواب دوباره. باشمانه یا نشمانه؟ نشمانه؟ باشمانه دایی جان؟ شما سکوت کرد یعنی باشمانه دیگه دایی جان. این باشمانه پس. 1 2 3 4 اینا دو قلو بودن با هم دیگه رد شدن. 5 6 7 باشه دایی جان، خود ما فهمیدیم.
تا جا شما بخواهیم دیگه، من هم دیگه بخواهیم خوابیدم. اونجوری نگاه نکن، من هنوز بیدارم. بگی بخواب. تا جا ما دیگه خوابیدم، من خوابیدم. این واقعا خوابش بود. چقدر بچه این عظم عجیب هم. هیده خواب داشته چیکار میکنه؟ داشتم خفه میرفته. ای بابا باید ما رو بد خواب گیریم، ما دیگه خواب ما نورد. بگی بخواب. داشته چیکار میکنی؟ بخواب، نفس من گره. بگی بخواب. بخواب گفتم. ازم چی زایده؟ مادر هند زایده که اینقدر پر رو جواد. اینی واقعا تو هم اما اول دیدی عاشق شدی تو یک نگاه؟ بفرمایی احمد آقا بسید چی آورد؟ دست زن ببین امیر از کجا آوردی؟ یخچال دیگه. مگه من نگفتم بری سمت یخچال بزنمت؟ بزنم الان نرمت کنم. ای بابا آقا من چیکار کنم؟ یه بار میگی برو، یه بار میگی نری، من نمیدونم چیکار کنم دیگه. بابا گفتم اگه نرن مزنمتانا، منظورم این بود که نرن، این افعال معکوس یاد بگیر دیگه. سه ساله داری جواد. ولی جان من حال کردی چقدر تیزم، همون اول فهمیدم عاشق شدی. داداش عشق به لهجه شما چی میشه؟ عشق عشق دیگه داداش، لهجه خاصی نداره که. خیلی باحال. سعید جان تو صبح برو نون سنگک. نون سنگک داداش؟ میدونی تا نون وای سنگک چقدر راهه؟ داداش یه نگاه کن، با دوچرخه نیم ساعت بیشتر راه نیست. بابا خب از همون خسرو بگیرم دیگه. نون نون داداشان چی فرق میکنه؟ نه کله پاچه با نون سنگک حال میده. اه ببخشید کله پاچه شم یعنی قرار ما بگیریم؟ آره کلا خوب زرنگی ها. آفر آقا شاید اینا صبحونه کله پاچه دلشون نخواد بخورن، شاید دلشون نون پنیر کره بخواد. بابا نگاه کن با ما بحث میکنی. آقا جان اگه دوست نداشتن خودمان زور نهار میخوره. جواد جان با این کارا قهرمان نمیشی یا؟ چرا؟ آقای هاشمی تو چشمام نگاه میکنه میگه به به چی پسر مسئولیت پذیری. آها نونشو ایشون بخره، کله پاچه‌ش هم ما بگیریم، شما میشی مسئولیت پذیر. شما چه رفیقی هستن؟ چه دوستی هستن؟ خب باید همینجا به درد آدم بخورین دیگه. آقا اینا مگه اول صبح نمیخوان برن حرم؟ چرا؟ خب سر صبح نه سنگکی بازه نه کله پزی. خب از حرم بر میگردن دیگه. بعدش هم به نکته خوبی اشاره کردی تو. صبح بعد برم آجانسی براشون یک آجانس بگیرم، بذارمشان راحت و آسوده تو ماشین، بگم بفرمین برن. بهشان هم بگم برگردن صبحانه حاضر آماده. بگیرم بخواب. جواد جان مثل که ساعت اصلا نگاه نکردی شما. کی بخوابم؟ کی وقت زم؟ الان ساعت 2:30 نصف شبه. راست میگی، نکنه خواب بمانه. بریم بلنشم بریم باشم بریم. داداش کجا بریم؟ ما از خستگی چشام باز نمیشه جواد جان. آقا عیده، بر میگیردی میگیری مخابی دیگه، تا شب کسی کارید نداره. الان ما بری چی باید با شما بیام؟ مرتضی که میره کله پزی، سعید هم که میره زنگگی، تو هم که میری آجانسی. الان ما بری چی باید بیام با شما؟ راست میگه، اصلا یه کاری میکنم آقا جان، ساعت 6 بیدار میشم، میرم نون و کله پاچه و اینا رو میگیرم، تا موقع شده ساعت 7 اونا هم از حرم برگشتن. چی گفتی؟ آره کلا. آقا جان با ما بحث نکنه، یا هممون با هم میرم یا هم که اصلا یا نداره، همه باید با هم بریم. بس نکنه دیگه، بلند شو خواب میمونه. خب یک ساعت بخوابیم بعد نمیشه آقا. اصلا صبح بریم اونجا بگه ماشین، اگه نداشت چی؟ بگه از قبل بعد آماده میکرده. جواد جان اصلا تو این محله ما کی آجانس میگیره آخه؟ تو عاشق رفتی، احساساتی رفتی، اصلا به هم ریختی. بعد ما چهار نفری بریم اونجا بگیم چی آخه؟ آه دیگه بابا، ما اصلا چهار و ربم بریم بیرون بخیم بریم سمت آجانس، به نظرم زوده. آقا با ما بحث نکنن، اگر خواب موندیم چی؟ میرم همین الان خوشخوشک راه میرم با هم حرف میزنم تا دم آجانس آقای اختراعی، صبحم ساعت 4:30 آجانس تحویلشان مدوم که برم. با
بلند شو. اوه نیم ساعت بخوابم، من دقل چشمامو بذارم رو هم بعد بریم. آقا جان الان خواب شما مهمتر یا آینده ایمو؟ آینده ایمو در خطره، برای چی نمیفهمه؟ ایوا جان اون تلویزیون درست نشه آینده شما در خطره. بله متوجه هستی که ما الان اصلا تلویزیون از فکر و ذکر خارج شده، اصلا تلویزیون ولش کن درست میشه، خدا بزرگه. بلند شین دیگه، بلند نیم ساعت چرت بزن باشه دیگه. نگاه سعید دیگه باز یک جا دیگه برای جبران میکنه. بلند شه پرتزا احمد جان داداش. باش خیلی خوب باش. مایی بتون بگیم عاشق بشه درد سرش فقط گردن ماه. مایی از روز اول درون بده ما به هم میریزم. مرتضا بعد آمده. تو چه روی داری؟ تو چه روی داری؟ تو اگه 3 ساله با جواد رفیقی، ما 21 ساله با یه آدم بزرگ شد. از هم اول هر گرفتاری و گیر و گوری داشته گردن ما بوده. درست احمد آقا؟ دقیقا درست. اصلا شما چه ربطی داره که جواد ما عاشق شده یا نه؟ بشم سعید آقا ما الان فهمیدیم چی شد. هیچ هیچ هیچ. داداشای گل، تنها هم و غم ما توی این روزا بایدی بشه که خانواده محترم آقای هاشمی و خود آقای هاشمی از گزند هر گونه بلایا در امان بشه. فهمیده؟ داشت گل اومست که شما کلا فراموش کردیم آباد 80,000 تومن دیگه پول جور بکنه ما. اینا فوق فوقش پول بدن چقدر سعید آقا؟ 10,000 تومن دیگه. بشه با این روندی که شما پیش گرفتی باید آخرش 12,000 تومن دیگه چی؟ بس سلفی. بعدش هم جواد جان اگه اجازه بدیم ما بریم برسیم خانه خود منم اجاره بدم یک زواری چیزی پیدا کنه. احسن. به شما ربطی نداره. من خود فکر همه جا شکردم. ای بابا آقا عشق اینو کورش کرده. اصلا فهمید ما چی گفتم؟ فکر نمو کنیم اصلا. شیشه ساکانید مرتضا شیشه ساکانید اینه؟ شیشه ساکانید که نگاه کن جامل ما راست بگه بابا راست بگه جامل نگاه کن زده بوم زده زده آقا بزن صدات نبره بابا دیگه گفتم جامل ما راست داشت امکان نداره. شیشه سفری چه دیگه؟ داشت شکل از وایسا دیدار وایسا الان اگه از این شیشه صدانره زربره رد نکنه چه ما الان هرچی در بزنیم که او بر نمیفهمه. بابایی 100% حتما زنگ داری. آیا اینجا زنگ داد صبح زنگ دیدی بیرا صبح بزن هرچی دلت بکنه بزن 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 سرایی یه ولی به قله های دره که واکر درف نزنه نا بزن زنگ زدی سرایی سرایی چه شکلی دادی آقای اسم حاوی سلام علیکم. سلام مبارک شما. حالا شما چطوره؟ چه شیشه ساکاری تا یک شنگی دارین واقعا برای زنده تانه قرز از مزاحمت. یک دو تا مسافر زوار ما داشتیم بخواستن برن حرم سر صبح هم از مزاحم شده گفتیم زحمت چه شما بکشه ببخشید سر صبح مزاحم حرم صبح زودم هست مثل که خوابم بودین از ادب و احترام. بله چیکار میکنه؟ خوش آمد. نمیدونم مخلص آقای اختراعی بفرمایید. هر روز دادن نوروز نوروز تا پیروز ای بری چیم سر صبح بذاریم هم بیخته برد هنوز بیدار نشده بنده خدا چرا شیلنگ برداشت؟ بکنم مخه بنزیل بکشه از ماشین. عجیبه واقعا عجیبه. نه گردسوزه احتمالا نفتش تموم شده بنزیل بخواه تو ما کلپسته هم جان ما بد بیوم جان. ما گام بیم ها ها ما میگی سر گام بیم ما میگی ها ما تو کرده تو بیم ما کار کردیم ها بیا ما خوش میگیم از دا احمد بیا یه آقای اختراعی بهش فکر نفر قاطی کرد برای چی قاطی کرد کله سر رفتیم زر 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 میزنیم که آژانسیشو میزنیم
چرا قاطی کرد؟ بابا تقصیر جواد شد. بابا جواد جان یک بار دو بار زنگ میزنن دیگه. چی حرف علکی میزنی؟ کدومتون وقتی اومد بیرون حرف زش زد؟ اصلا ما هر روز هر کی من چرا گفتم؟ آقا جان شما وقتی اومد بیرون بهش بد دهنی کرده. داداش تقصیر خودت دیگه، دستت یک سر گذشتی رو زنگ. بگین ما اصلا حرف زدیم نه. بامو بسکو. بامو بسکو. ما الان ماشین از کجا بیه؟ جواد چه فکر بگ. می در خانه‌تون در میزنی؟ میگی آدرس آژانسیه. خودتم برم بگیرن. تموم. همین مانده ما آدرس آژانس آقای اختراعی رو بدون برن اونجا. او اما رو بوشوره پنگ کنه رو بند ها؟ تو میتونی یکم فکر کنی بعد حرف بزنی؟ خواهشن تمنایان. جواد جان ببخشیدا. وسط حرفت هم هست. تمنایان کلمه درستی نیست. شما میشه الان چینگته ببندی؟ آقا اصلا یک فکری. میریم سر خیابون خود من یک ماشین دربست برشا میگیریم. چی گفتی؟ آقا جان شما یک دقیقه میتونیم خلاص کار کنیم به مغزتان فشار نگیره؟ توی این منطقه چند تا ماشینه؟ دو تا از اونا هم مسافرتن. آه اتوبوس اتوبوس. نه نه اصلا ایده خوبی نیستی. چی؟ سعید تو میری نوم میگیری. خب آقای فکری بکریان با آقای خوش لحجه بپرین کل پاچه بگیر. یه لحظه وایسه بعد خود دقیقا باید چی کار کنیم؟ ما بریم شما اینجا باید حتما یک فکری توی مغز ناقصم هست. خواهشن به حرفم گوش کنن برن. خیلی مبورم اون نون کل پاچه رو مدام مگم آژانس ماشین نداشت. آها فردا رو وقت میخوای چیکار کنی؟ تو برو وقت من رفتم پس برداشت دیگه ما نمیدونم. آخ برم آقا برم ما رفتم میشم کاش خمان بچیم سری بیم. آسید آسید آفرین آسید یه ذره خوابش گرفته و درد بجانه. میشم بچیم سری بیم بزنیم هد چه خبره دیشت. ایشمی فکر کنم این پسر علافمون کرده. حرف ایشون خیلی درسته. بله حرف هر دو متین و درسته. ولی آقای آقاخانی ما که اصلا جایی بلد نیستیم. ما اصلا نمیدونیم کدوم نقطه از شهریم. البته بابا جون فکر کنم گفتن از پشت بوم خونهشون حرم پیداست. بله فرشته مادر ما میخواییم بریم حرم نگاه بکنی؟ میخواییم بریم حرم زیارت کنیم، زیارت نامه بخونیم. از رو پشت بوم میشه یه کاراره که؟ نه مامان جون منظورم شمال و جنوب و شرق و غرب بود. درسته پدر جان ببخشید از رو ستاره هم میشه فهمید. از رو کدوم ستاره پسر؟ دو بسخر و دو بکبر. آفرین پسر. البته الان هوا ابریه. ببینید پدر در موقعی که هوا ابریه اینجا حالا توضیح میدم بهتون. نمیشم بود آخومان بچیم چوخر بیم هشه جیدی مود که درمان درم. نزنم آقا نزنم. ببخشین آیا آخانی طوری شده چیز شده؟ نه نه میگه پشیم بریم بیرون یه نگاهی بندازیم شاید تاکسی تلفنی چیزی پیدا کردیم. اتفاقا به من گفت سر کوچه تاکسی تلفنی هست. خب پس پاشین بریم ببینیم هست یا نه. دیگه پاشین پدر جان ولی ببخشید اون موقع که جواد آقا داشتن توضیح میدادن اشاره به جای خاصی نداشتن. بعدش هم من خیلی دقت کردم اصلا تو راه آژانسی نداشت. آی هاشمی من میگم پاشین بریم بیرون. بالاخره تو مسیر کسی رو میبینیم داره میره نماز بخونه سر کاری چیزی ازش این آدرس تاکسی تلفنی رو میپرسیم دیگه. راست میگن تا دیر نشده بریم سر خیابون بالاخره یه ماشین چیزی داشته. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. فقط یه دقیقه معطل بکنین سر پام هستین خجالتم ای بچه بیارم بیا کمک آواجی یه دقیقه آماده شو فکن یه بچه استی اونم نمیتونی بغل کنی بعد یه کجا بیام یا برو بس نکن. شما چرا اینقدر بس میکنی خانم؟ خب هر کاری بهت میگن انجام بده دیگه بس کردن نداره که. این فرشته منم همینطورا بچم همش بس میکنه. بابا ماما من کی بس کردم؟ شما همین الانم هم داری بس میکنی. بس بیا بریم دیگه. بفرمایید 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 برو بیارش بچه رو. بفرمایید برو کمکش. اینجا چرا همه شبیه همه؟ حالا از کدوم طرف بریم به خیابون اصلی برسیم؟ ببین من فکر کنم اگر ما
از این سمت بریم زودتر به اصلی میرسیم. بله پدر جان، اگر از سمت راست بریم از حرم دور میشیم. آفرین پسرم. من دستم به این پسره برسه باشلان سیاه و کبودش میکنم. تو نما سعید، خون خون نکردم بدبخو مونده. حداقل میتونست این آدرس تاکسی تلفنی رو بهمون بده. اینا از این آقا میپسه حتما میدم. شما بله بفرمایید. ببخشید آقا. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ببخشید برادران بسیجی، من زوال آقای امام‌رضاییم. قرار بود این پسره برامون تاکسی تلفنی بگیره، ولی نمیدونیم کجا رفته. فهمیدم شما مهمون آقا صادق جان هستین، درسته؟ بله. شما کجا فهمیدین؟ چند ساعت پیش جواد آقا رو دیدم. اگه کاری دارین در خدمتتون ما. کجا دیدینش؟ من دنبال این پسره میگردم. جلوی مسجد دیدم. ببخشید آقا، معذرت میخوام. این آقا جواد قرار بود صبح زود بلند شه با تاکسی تلفنی ما رو ببره حرم، ولی خبر نشد، گمونم خواب مونده. بیاین ما ببرمتون. هم سر میلان یه تاکسی تلفنی هم هست. سلامتون باشه. ببین وقتی آقای امام‌رضا آدمو به طلبه خودش همه چیز رو جستجو میکنه. از الان بگم همه سبحانه مهمون منی. آقا حالا شما بفرمایید. ما کار داریم حقیقت، باید بریم. گشت باید بریم بزنم. نه شما رو نمیگم، خانوادگی گفتم. نه حالا قدم شما رو چشمون. یه لحظه خجالت هم، تو مگه پول داری؟ بله که دارم. بله؟ از کجا؟ نصف شب آیه هاشمی زحمت کشید به زور 5000 تومان بهم قرض داد. آی خجالت. وای هاشمی شام 5000 تومان پول تو کیفت داشتی؟ بله حالا عرض میکنم خدمتتون. بفهمید دیر میشه. نباید میگفتم گند زدم. نه آقا این حرفا چیه؟ من و خانومم هیچی ازم پنهون نداری. من به شما توضیح میدم. بریم دیر شد. بفرمایید. داشتم میامدم دم تاکسی تلفنی شما. بله. چرا قد عصبانی این؟ چیزی شده؟ چی بگم؟ جواد رفیقاش نیم ساعت پیش دم آژانس بودن. یه حرفای رکی که ما زدن. جواد؟ بله. پسر آساده. بله. جواد رفیقاش. آخه ما آژانس تازه شیش سکرت کردم. این شیش سکرت جدید. اینقدر مشت لغت به این شیش ها زدن. حرفای رکی که ما زدن بیانم. آقا مطمئن شما؟ بله. به ما اصلا که در باز کردم به ما سلام کردن. یکی عید تبریک گفتن. بعدش هم گفتن یه ماشین میخوای. شما چیکار کردین؟ هیچ. ما رفتم از تو همین ماشین صندوق عقب شلنگو برداشتم افتادم به جون بچه های بی‌ادب. های بزن فرار کرد. ای آفرین، دستت در نکنی. خیلی عذر میخوام، ببخشید. این جوادی که میگین آقا جواد ما نیست که. بله دقیقاً جواد آقای ماه. بله دقیقاً جواد آقای شماه، پسر آساده. نه آقا جسارتاً فکر کنم اشتباه میفرمایید. این آقا جوادی که ما میشناسیم خیلی پسر مؤدبیه. نه جناب اینجوریش نگاه نکنید. 7 سال آزگاه داره دبیرستان درس میخونه. هر سالم یه ذره مردود میشه. آقا صادق چیکار میکنه؟ یک سر دنبالشه. بفرما. اینم دست گل جدید آقا. وای آقای هاشمی. بریم دیگه، داره دیر میشه. بله حالا به هر حال ما میخوایم بریم حرم. شما زحمتشو میکشین. ما در خدمت. بفرما سواره. خیلی ممنون. ببخشید تو یه ماشین جا میشین؟ آره ما اونجا میشیم دیگه. آقایون جلو میشینن، ما هم عقب میشینیم. امینم فوقش میندازیم صندوق آقا. حالا سوار شیم، شاله جا میشه. بفرمایید برادران بسیجی، این جوادو گرفتید ببرینش کمیته، یکم ارشادش کنید. دستتون درد نکنه. کاریشو نداشته باشید. امین بفرمایید. از شما درد نکنه. بفرمایید. ای وای بچه‌ها. بیا بیا. آخ شاید. این برو کنار خواهرنا. زنده باش. بفرمایید. نه خواهش می‌کنم بشینید وسط. برو. Thank you.
دعا میکنه آروم میشه. بس خاصیت هاشمی برای شما هم خیلی دعا کردم. گفتم یا امام رضا به این مرد بزرگی و عظمت بده. یا امام رضا هیچ وقت این مرد جلوی زن و بچه‌اش کوچیک نکن. یا امام رضا ما از بهش بده. آقا سعید دست شما درد نکنه، قبول باشه. یا حالا همه دعاهات هم نگفتی اشکال نداره. آقا بریم سخونه رو بخوریم. از الان بگم واش. همه مهمون منی. نه آقا با کلپاچو موافقی؟ بله من خیلی کلپاچو دوست دارم. آقا شاید باورتون نشه من تا الان رکورد دو دست رو دارم. دو دست چی؟ دو دست خود چلوار کلپاچو دیم. خیلی معلومه تو بیاد شیرینی هستی. خدا هم صدا بکن آقای هاشمی. شما این دو هفته پیش نرفتین دکتر؟ نه آزمایش ندادین؟ چرا؟ خب چی گفت دکتر بهتون؟ سری توصیه کرد بابا خانم بی خیال. اصلا یه بار کلپاچه کیو کشته؟ بذاری بخوره دیگه. یه بار میشه دو دفعه سه دفعه چهار دفعه پنج دفعه. از نظر من که اصلا درست نیست کلپاچه بخوری. ای بابا چی شام روشن چه معنی میده بچه برای باباش تعیین تکلیف بکنه؟ آقای هاشمی حالا که ایطور شد شما توی سفر مجازی، هر چی دلت خواست کلپاچه بخوری میشه جو. به اجازه‌ش هم نه دیگه. خیلی خوشم اومد. دیدی دخترم از قدیم گفتن تو دعوا زن و شوهر دخالت نمکنی. آجیگیان نگران بابا شدی حرف بدین ازت که کجال جان تو حرف بزرگترت حرف نزن دیگه، قربونت برم. بس شما در نکنم مادر جان، اگه بحثتون تمام شده بریم یه چیزی بخوریم. من دیشب شامم نخوردم الان خیلی گشنمه. بریم بچه‌ام بفرم. بابا نقشمون گره. خیلی خوب، برو ای کلک نقشه بود همش چشید. بابا این خانم من عادت داره تو هر بحثی که بچه ها دخالت بکنن دقیقا عکسش آوره. بابا خانم تو رو خدا سفر زهرمارمون نکنه بهش نگی. نه بابا خیالت راحت. هاشمی؟ این یتیکم اومدیم پیاده حسابی گشنمون شد. از الان بگم چه یه دست چه ده دست بخورید همه مهمون منید. آقای آخانی خیلی ممنونم از شما، ولی من کله پاچه نمیتونم صبح بخورم. پسرم عزیزم اینجا طباخی فقط کله پاچه داره. بابا همین بغل یه دونه قهوه خونه بود، همه چی هم داشت، املت، تخم مرغ، عدسی، لوبیا، همه چی. آخه دخترم الان دیگه اومدیم اینجا بوی این کله پاچه هم خورده به سر من، مثلا دیگه نمیتونم جایی برم. حالا چه اشکال داره آقای هاشمی؟ حتما این آقای طباخ با همسایش دوسته، سفارش میده یه چی برای بچه‌م بیاره بخور. آی کتایون خانم عیبه، آمدیم اینجا بشش بگیم برو بنده خدا بفرستیم بگیم برو قهوخانه صبحانه بیار تا بخوریم؟ ای گناه داره، خدای خوش نمیاد. نه آجی چه عیبی، آقا سعید آقای هاشمی که هر کدام یه دست صفه کنم مخورن، درسته؟ وای چون من هر نخورم یه دست کاملو میخورم. آقا میگم چون توی سفر همین یه باره یه انقدر کله پاچه بخوریم که کلسترول و فشار خون همه با هم بره بالا. موافقم. چون آقای هاشمی چه حرفیه میزنی؟ حالا ما میخواستیم سفارش بدیم که نمیخوایم بخوری؟ حقیقت شما سفارش دادی که به هممون میرسه. من میگم الان که همه دارن میگین عیب نداره، اگه اشکال نداره منم خیلی وقت حواس عدسی کردم یه کاسه عدسی بری منم بیار. چشمش گفت. ای چشت بی بلا. منم نونو پنیر رو چشی. برشتگیان میخوایی من و تو با هم یه صبحانه سفارش بدیم؟ چون من که خیلی اهل صبحانه نیستم. منم خیلی میل ندارم ولی املت خیلی دوستم. میتونی یه املت هشت تخم مرغ دو نفره سفارش بدیم. اوی فرشته مادر، املت هشت تخم مرغ میشه املت دو نفره؟ املت خونوادگی. بعدم مادر
فروغ زیاد داره، یرقان میاره. مامان منم مثل بابا که میخواد تو کل سفر یه دست کله پاشو بخوره، منم املت بخورم با اجازتون البته بابا. آج خانوم، آج خانوم تو رو خدا سفره یه باره بذار راحت باشن. حالا همین یه بار اشکال نداره، به شرط که هی دفعه بعدم نگین حالا این بخوریم چون تو سفره، حالا این کار انجام بدیم چون تو سفره. نه تتایون خانم، کاش سفر انقدر سخت نکنیم، کاش سختش نکنیم. من خودم میرم سفر، همه چی اول میکنم راه. خب پس سفارش بدیم بیا. آره آره بس میگی آقای عزیز، خسته نباشی، خدا خوبه. بی زحمت یه چای شیرین و پنیر برای این آقا پسر گل، یه املت هشت تخم مرغ برای این دختر خانم نوجوان، شما یه عدسی هم برای شکوفه خانم خرمش می. شما چی می داشتید؟ والله که ایطوره منم خام و عسل میخورم. بی زحمت یه خام و عسل هم از این همسایه بغلی برامون بگیرید. ببخشید داداش، فکر کنم اشتباه اومده. نه 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 نه، من و آقای آخانی که سه دست کله پاچه رو میخوریم، برای خانواده میگم. هاشمی سه دست؟ سه دست که نمیخوریم، میگم آبروداری کنیم دیگه، بیچاره میره از اون بغل برمیداره غذای دیگه. آفرین آفرین آقای هاشمی، آبروداری اینه. آره بی زحمت یه دو دانه آو مغز چوار مغز برامون بیار، چوار دستم من کلفاشم. باش ای خانه پدرت زیاد چوکس. ای سه دست شما میخوریم، یه دستش هم چای بردیم خونه. آه بله بله، منم یه ناخونکی میزنم. فرشته مادر بیه ببخشید آقای هاشمی، بچه از اینجا دوست داره. امین مادر بیه امین بیه، من صوبونه کلی پاچه نمی خورم بشیرین خود دیگه معدش باز شد. میگم خود شد شام سوار دیم چه دست برش دادم، به دلم افتاده بود همه گی یه ناخونکی میزنی. از قدیم گفته از اون به دست که بگی نمی خورم. بفرمایید بفرمایید آقای هاشمی، ما بعد صبحونه میخواییم با بچه ها بریم بازار. بازار؟ به نظرم خرید رو بذاریم دو روز آخر. خرید که دو روز آخره، داریم بیریم ببینیم قیمت ها چجوره. شکوفگیم تو میخوای چکار کنی؟ منم با کتایون خانم میرم تنها نبارم. خوب خرید میکنیم، ببین هر چی سوغاتی خاصی انتخاب کن. تا پنجم که بانک ها بسته، ششم که بانک باز شد، هفتم برادرم پولو گرفت، هشتم رسید دستمون، بعد میری هر چی دلت خواست میخری. شکوفه مادر جامعه است آی هشمی، پول شما محفوظه. نه من حرفت شما آدم شما رو چه سوا؟ آبچگیان هم چه شد؟ یادم افتاد گتی که لباس برای این طرف معصوم گذاشته بودم تو چمدان، او گم شد. بخواهر شما از دیشب تا حالا یه ساعت به یه ساعت داری گریه میکنی، عیبی نداره پیدا میشه. حالا من چیزی خواستی بخرم، من پولشو میدم. نه بره پولم نیست، اگه پول باشه خود ششم بانک باز میشه، هفتم یه نهایت، هشتم عمو بچه برامان پول میاره. یاد چمدان افتادم، یه ذره دلم تنگ شد، ببخشی. گوسفند 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 چه؟ بله بریم گوسفندم بخریم. خب خوبه، به نظرم شما که تشریف برین خرید، من و آقای آخانی هم بریم برای خرید گوسفند. پدر جان اگر اجازه بدیم منم با مادر برام خرید که تنها نباشم. حتما عزیزم، باید یه مرد باهاشون باشه. آقا جان این حساب ما چقدر شد؟ آقا از شما حساب رفته. ای هشمی مگه من نگفتم من حساب میکنم؟ من که عزیزم از جام تکون نخوردم. ای که حساب کرد؟ یکی از مشتری آمد گفت اینا زوار امام رضایی هم، حساب کرد گفت مهمون ما بشن. ای دستش در نکنه، دستش در نکنه. خب آقا میگفتی ما حداقل ازش تشکر کنیم. اما اول آمد حساب کرد رفت. آی دست شنگرم، چقدر مردم خوبی پیدا میشه. چه عزیزم، دستش در نکنه. آقای هاشمی؟ و آقای دیگه؟ همین آقا؟ چه گرفتن اینا؟ یخ یه دیگه کل پاچه گرفتم ها؟ چه خواب سنگی میدارن یا؟
بشینی. مرتضی احمد جان داداش اخ 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 سعید بابا اینا گرفتن خوابیدن آقا مرتضی بخی دیگه جان بلند شین دیگه بابا. آقا من به شما میگم غلط کردم فهمیدم عاشق شدی بی خیال ما میشی؟ چی ربطی داره بابا؟ رفتم در خانه هرچی در زدم کسی خانه نبود. به جان خودم میدونستم آخرش همین میشه. آقا آدم کسی رو نشناخته میبره خونش؟ آه من از همون اول که اینا رو دیدم فهمیدم یه ریگی به کفششون هست. رفتن خونه رو خالی کردن دیگه، جارو کردن. آره چی نگو بابا، فکر کردی همه مثل خودتن؟ آقا جان رفتن یه جایی بیرون، چیزی دیگه نبودن. هرچی در زدم تو آقای هاشمی، آقای هاشمی اشکیوانه کرد. پس بذار بهت بگم چی کار کردن. نصف شب رفتن یه وانت پیدا کردن، رفتن خونه، هرچی بوده بار زدن، رفتن که رفتن. من از همون اول که اینا رو دیدم فهمیدم یه ریگی به کفششون هست. سعید یک دینه بزن تو کله او، مو بیان بعد مزنم. این سیبه تو هفت‌سینه کی خورده؟ سکه ها رو کجا گذاشتین؟ کی برداشت؟ احمد تو خوردی سیبه؟ من نخوردم، صبح آمدیم این خورد. مرتضی تو خوردی؟ او شیرینی ها رو بری چی خوردین؟ آقا هم قبل رفتن دانه دانه او شیرینی ها رو شمرده. خب چرا چرت و پرت میگی؟ تو اصلا میدونستی اینا کجان؟ نه کجا بود؟ خب دیگه گره من یه ساعت گشتم تا اینا رو پیدا کردم. مادرت اینا رو کجا قایم میکنه؟ کجا؟ تو اون صندوقه. از روزی که رفتن ما 10 بار او رو گشتم پیدا نکردم که. دیگه من با یه نگاه فهمیدم عمقش به ارتفاعش نمیخوره. صندوق رو وا کردم یه تخته اون ته، تخته رو بلند کردم دیدم بله شیرینی، شکلات، تخمه، هر چی بگی اون تو. آقا جان ول کنین این بحثا رو دیگه. سیبی که خورده شیرینی از کجا اومده؟ صندوق چی بوده چی بوده چی بوده؟ دیرم میگم کسی خانه ما نیست، گوش کنین دیگه. داداش دارم میگم که خونه رو خالی کردن، قیافه شون داد میزد، حالا میگی نه از در بپر تو. اگه خونه خالی نبود من اسمم عوض میکنم. جواد جان حقیقت تلخه. داداش کجا میری؟ بیا چرا دیگه گله باجر جا گذاشتی اینجا؟ به جان خودم سعید آقای، حق مایه، سهم مایه. از صبح رفتیم تو سرمان، رفتی شما نونسنگه گرفتیم، ما هم رفتیم کله پاچه خریدم دیگه. این مال مایه دیدی؟ آقا یکم سرده. ما برو داغش بکن. نمیخواد داغش کنی؟ آقا بده، ما نمیخواد داغش کنی. کجا افری آقا؟ بابا نمیخواد داغوری آقا. خونه سرزن گهداری احلی بشه. دست در نکنه. ای داره با بیل خوش آمده. دست شما نپنی. بیا 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 پایین بیا پایین. آقا دست در نکنه. بیا گیان 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 بگی بگی بابا کلیدو میذاشتی تو جیبت دیگه. وای 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 کلید رو زدم تو جیبم. 107 عوضش کردم. 20 وای چشیری نه چشیری نه. 240 خوبه. 240 هم خوبه. از خستگی مردم. از خستگی مردم. خیلی هم آلوده است. به نظرم باید بشوریمش.
خیلی قشنگه. ببین گوسفند جان، خاصی اجابت مزاج کنی تو باغچه بگن برای رشد نمو گلم خوبه. برو قربونه. آقا جان، نظرم یه تنه بیاریم همینجا ببندیمش. از چی ببندیمش؟ اینکه فرار نکنه. آقا کجا فرار کنه؟ بال داره پرواز کنه یا دست داره دیوار بره بالا؟ آقا من به دلم برد شده این فرار میکنه. کجا فرار میکنه؟ آقا جایی نداره، این تو ماشین بوده، بذاریزه به چرخ پاش باشه، بفرمایی. فرار کرد تقصیر شو بستم. آقا تقصیر منو گیر نداده که خسته این، بفرمایی. ولی آقا ولی چی؟ خسته شدیم، راست میگی. اون ساعت دنبال یه گوسفندی. روایه که برگشتن آقای هاشمی؟ جناب آقای هاشمی؟ تو اینجا چه کار میکنی گوسفند؟ برو بدو آبروی ما رو بردم. جناب آقای هاشمی محترم،